به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام علیکم خوب هستین جور هستین صحت هستین بخیر باشین خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما قرار است که فصل دوم از مضمون ریاضی را شروع کنیم درست است خب شاگردای عزیز و گرامی فصل دوم چی است اعداد طبیعی جلسه اول ما و شما است البته قبل که ایره شروع کنیم قرار بود که شما کارخانگر را به ما چی کنید روان کنین درست است گفتیم که از طریق واتساپ به نمبر چی دو صر ۹۶۴ ۷۸ ۲۵۵ ۴ می توانید با ما در ارتباط شوید و کارخانگی را به ما چی کنید روان کنید و اگر کدام سوالی هم دارید گپی دارید پیشنهادی دارید انتقادی دارید میتونید با ما در میان بگذارید درست است پس بریم درس خود شروع کنیم شاگردای عزیز و گرامی فصل دوم اعداد طبیعی جلسه اول فصل اول ما و شما چی بود ست بود خوانده بودیم دیگه نه فصل اول خلاص کردیم ولی فصل دوم اعداد طبیعی جلسه اول خب ما و شما در درس امروز خود چی میخوانیم اهداف جلسه اول از فصل دوم ما و شما چی است اول معرفی اعداد طبیعی رو میخوانیم اعداد طبیعی رو باید تعریف میکنیم که چی است اعداد طبیعی صحیح عدد است اما اعداد طبیعی چی است برد میگم که چی میشه و بعد از او چی میخوانیم قابلیت های تقسیم در اعداد طبیعی وقتی ما میگیم که اینی عدد بالای این عدد پره تقسیم میشه معنایش چی است یا که پره تقسیم نمیشه یا اصطلاحا میگیم که چی قاسم ازی است که باز اینا رو سر تخته من برای چی میکنم کامل تشریح میکنم با مثال که بفهمیم و در آخر چرا تجزیه رو میخوانیم یک عدد ما شما میتونیم چی کنیم تجزیه کنیم به چی شکل باز میگیم سرتخته وقتی که تجزیه رو با فهمیدیم چی رو میفهمیم اعداد اولیه و اعداد مرکب میخوانیم درست است پس این سه عنوان ما شما امروز قرار است که با هم دیگه بخوانیم درست شد خب شاگردای عزیز و گرامی با ما همراه باشید شاگردای عزیز و گرامی پس ما قرار است که اول چی رو بخوانیم معرفی اعداد طبیعی اعداد طبیعی چی است گوش کنید در سنف اول مکتب یا تنف یعنی در سنف اول چی خواندین؟ اعداد خواندین دیگه نه؟ در ریاضی س... یک، دو، سه، چار، پنج تا لای تنایی سیست امی اعداد که ما و شما در سنف اول, سنف اول خواندیم امی رو بهش میگیم چی؟ اعداد طبیعی چرا این بگیم اعداد طبیعی؟ چون در زمان های قدیم برای شمارش کردن زمین استفاده میکده یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر تام تا هم لای تنایی فکرت باشه اشاریه نداریم کسری نداره ما فهمیدی پس چی هست؟ یک دو سه چهار تا لایتناهی پس همین اعداد که ما و شما از صنف اول مکتب خواندیم بهش میگیم اعداد طبیعی درست است خب و او را اگر ما و شما شاگردای عزیز اگر ما و شما رو داخل یک ست بندازیم اعداد طبیعی را صحیح است یک دو سه چهار پنج شش تا لایتناهی داخل یک ست بندازیم پس بگیم که یک دو سه چهار این سه نقطه که میمانیم شاگردای عزیز پنج شش هفت اش تالای تناهی ادامه داره سیست ما خود تالای تناهی که نوشته نمیتونم دیگه نه پس به او خاطر سه نقطه میمانم یعنی تالای تناهی چی ادامه دارد سیست فهم میده دیگه نه خب ادامه اعداد طبیعی را که ما داخل سه دانداختیم بهش میگیم ست اعداد طبیعی خب شاگردای عزیز ریاضی یک زبان چی است یک درس یک علم بین المللی است کلش دریک نیست ما بگیم نوشته کنیم اعداد طبیعی سیست پس با اون خاطر ما یک سمبول نیاز داریم که در تمام دنیا تمام مردم دنیا کو رو ببینن بفهمه که همین چی است اعداد طبیعی ست اعداد طبیعی است او سمبول با چه نشان میتیم با این یک خط هم کنارش میمانیم خب بعضی کتاب ها بعضی استادای رو میخونه چی آی ان فرق ما میکنه آی ان یا ان بخونیم اما این خطک به خاطر چی ای هست این خطک به خاطر ازی است که ما اگر در یک متن انگلیسی دیدیم ان دیدیم خب بفهمیم انگلیسی است اما اگر این کنارش خطک دیدیم معنای شفت سه اعداد طبیعی آفرین پس برای فرق ف... بفهمیم که فرق داره با این فیس پس این خطک میمانیم حال بعضی ها آین بعضی کتاب ها میکنه آین فرق نمیکنه آین بخوایم یا این بخوانیم پس سه اعداد طبیعی چی شد با چه نشانش میتیم با این و میگیم یک دو سه چار پنج شش و تا لای تناهی ادامه دارد سه نقطه میمانیم این تا لای ادامه دارد درست است پس ای چی شد ست اعداد طبیعی پس نوشتن میکنم ست اعداد طبیعی که با چه نشانش میتیم گفتیم با ان نشان فکرت باشه با چه با n این ای خطک کم گفتیم برش شفت که فرق کنیم با چه با ان انگلیسی خب پس شاگردای عزیز چی شدی ای؟ این معرفی اعداد طبیعی ما اعداد طبیعی معرفی کردیم ستش هم گفتیم دیگه با چه نشان میتیم با n حالا چند نکته در مورد اعداد طبیعی قرار است ما شما بخونیم نکته اول آیا اعداد طبیعی خاصیت تبدیلی دارد؟ معنایش چی هست؟ این خاصیت تبدیلی رو شما در ریاضی زیاد میشنوی یا فکرت باشه برات میگم چی است. خاصیت تبدیل به این شکل است که ما دو عدد اگر بخوایم جمع کنیم فرق میکنه کدامش اول باشه یا کدامش دوم باشه؟ آیا جوابش مساوی میشه یا نمیشه؟ صحیح؟ پس من اینو میکنم به این شکل دقت کنید دو جمع سه آیا مساوی است با سه جمع دو؟ شما بگین این مساوی است؟ بله آفرین چند است دو جمع سه چند میشه پنج میشه آفرین سه جمع دو چند میشه او هم پنج میشه پس این اردو با هم چی است مساوی یعنی اعداد طبیعی در چی است در جمع در جمع فکر باشه د علامه جمع خاصیت تبدیلی دارد صحیح پس یک چی شد خاصیت خاصیت تبدیلی خاصیت تبدیلی یا بهش میگیم چی شاگرد عزیز خاصیت جابجایی هم بهش میگیم صحیح بعضی از کتابا میگه خاصیت تبدیلی بعضیا چی میگه جابجایی فرق نمیکنه کدومش بگیم فرق نمیکنه که تبدیل کنیم دیگه در جمع پس چی از خاصیت تبدیلی داریم دیگه چی داریم یک تا خاصیت دیگه هم داریم بهش میگیم خاصیت اتحادی خاصیت اتحادی به چه شکل است یعنی ما اگه سه عدد داشته باشم. فرق نمیکنه که دوتای اول با هم جمع کنم جوابش با آخر جمع کنم یا دوتای آخر جمع کنم جوابش با اول جمع کنم فکرتون باشه من مثال کار میکنم با عنوان مثال پنج جمع چار جمع شش سیف این شش است دیگه خب فرق نمیکنه که من قوس در دوتای اول بانم یعنی اول پنج کت جار جمع کنم بعد جوابش با شش جمع کنم یا که بیام چی کنم پنج جمع چهار جمع شش که اول ما دوتای آخر رو جمع کنم بعد جواب از رو با چی؟ با اول جمع کنم خب بیایم جمع کنیم ببینیم چی میشه؟ 5 جمع چهار چند میشه؟ نو میشه سیست؟ 9 جمع شش چند میشه؟ 9 و 6 میشه 15 پس این بر چی هست؟ پانزده مساویسته خب اون اول چهار و شش جمع بکنی چهار چند میشه جمعش؟ چهار و شش میشه چند؟ آفرین ده ده جمع پنج چند میشه؟ پانزده سایست. پانزده با پانزده چی پس ای چی است به این میگیم خاصیت اتحادی خاصیت اتحادی رو میگه که اگر سه عدد ما بخوایم با هم جمع کنیم هیچ فرق نمیکنه که دو تای اول جمع کنیم جوابش با آخر یا دو تای آخر جمع کنیم جواب با اول جمع کنیم صحیح است پس به چی میگیم خاصیت اتحادی خاصیت اتحادی پس شاگردای عزیز چی است اعداد طبیعی در عملی جمع هم خاصیت تبدیلی دارد هم خاصیت چی دارد اتحادی دارد صحیح است این دو خاصیت یک خاصیت دیگه هم داریم او چی است او را میگیم توزیع پذیری ضرب بالای جمع حالا ما برات مثال میذارم تا متوجه باشی او معنایش چی است معنایش به این است دقت کن مثلا ما داریم دو ضرب داره قوس باز میکنیم سه جمع پنج فرق نمیکنه که شما و ما شما اینو میفهمیم اولویت اعمال چی است اما عملی اعمال با قوس است ها فکرت باش اول باید قوس انجام بده بعد ضرب انجام بده ها سیس بعد از ضرب چی است پس قوس بعد از توان است که توان رو باز میخونه ما شما ان پس قوس است توان است ضرب و تقسیم است و جمع و منفی سیس پس فکرت باشه اگر ما قوس نداشته باشیم این قوس نباشه شما اول ضرب انجام بدین بعد جمع انجام بدین فکرت باشه سیس پس حال که قوس داریم قوس رو باید اول انجام بدیم پس سه رو جمع پنج میکنم جوابش باز در دو ضرب میکنم خب یک عدد میشه خاصیت توضیعی ضرب بالای جمع میگه که به این شکل هم میتونیم انجام بتیم. شما دو رو در سه ضرب کنی هم در سه ضرب کنی هم در پنج ضرب کنی به هم چی بانی؟ جمع بانی پس این به این شکل میشه دوی ضرب در سه جمع دوی ضرب در پنج های سعیست یعنی اول دو سه چند سه و پنج چند میشه سه و پنج میشه هشت دو کنیم چند میشه شانزده خیلی بر میشه چند هشت زب در دو به میشه شانزده سایست. پس بر چند میشه شانزده میشه پس بر ما و شما حساب کردیم که چند شد شانزده شد خب ما او بار انجام بتیم. اول قوس باید انجام دیگه نه دو زب سه چند میشه شش دو زب در پنج چند میشه ده خب ده و شش رو جمع کنیم چند میشه؟ شانزده میشه پس شانزده مفاویسته با شانزده سیست پس این چی میگیم؟ به میگیم خاصیت توضیعی ضرب بالای جمع پس این نوشته کنم خاصیت پس این نامش هست خاصیت توضیعی توضیعی هم میگن توضیع پذیری هم برش میگن پخشی هم میگن فقط نمیکنه پخش میشه سیست توضیع میشه بالای زی. پس توضیعیه ضرب بالای جمع سهیست؟ سه؟ پس این سه خاصیت ما چی داریم؟ در چی؟ در اعداد طبیعی عملیه جمع پس فکرت باشه یک بار دیگه خاصیت تبدیلی یا جا جای فرق نمیکنه که من دو رو کتسه جمع کنم یا سه رو با دو جمع کنم جوابش یکی میشه دیگه چی بود خاصیت اتحادی اگر سه عدد ما داشته باشیم بینش جمع باشه فرق نمیکنه دو تا اول ما جمع کنیم جوابش با آخر یا دو تا آخر جمع کنیم جواب با اول باز هر دو جواب چی میشه 15 با 15 مساوی است سیست و خاصیت سوم چی است خاصیت توزیعی ضرب بالای جمع درست است یعنی فرق نمیکنه که ما عدد دوی ما ضرب در سه جمع 5 شوه قوس داریم پس اول باید قوس انجام بدیم سر با پنج جمع کنیم جوابش باز در دو ضرب کنیم صحیح است فرق نمیکنه ما گفتیم که این دور رو در سه ضرب می کنیم همین دور رو در پنجم ضرب می کنیم جوابش باز با هم چی میکنیم؟ جمع میکنیم که دیدیم جوابش هر چی میشه مساوی میشه پس این سه خاصیت در رابطه با عملی جمع من نشان دادم برای شما صحیح است پس نکته اعداد طبیعی در عملی جمع سه خاصیت اتحادی تبدیلی و چی توزیع ضرب بالای جمع دارد آل شاگرد عزیز شما باید چه کنین امیش خاصیت در عملی ضرب خودتان باید انجام بتین آیا اعداد طبیعی خاصیت تبدیلی اتحادی و توزیع البته که ضرب که گفتم دیگه فقط همین رو پس باید شما انجام بتین سیس خاصیت تبدیلی و خاصیت اتحادی رو چه کنین که خاصیت تبدیلی و اتحادی در عملی ضربم هم یعنی؟ درست است پس را چک میکنه باز دماغ چی میکنه روان میکنه که سیس دانه درست است پس یک تا که برات گفتم نه در اینجا باز کارخانه داخل درس هم داریم ما و شما پس یک کارخانگی تمیز به عنوان تمرین برات میگیم است یک تکلیف است که باید چی کنیم؟ باید خاصیت تبدیلی خاصیت اتحادی را چک کنیم ما چک کنیم در عملیه ضربه چک کنیم که ببینید سیس یعنی خب عزیز پس چی است اعداد تعبیر ما معرفی کردیم سه خاصیت تبدیلی اتحادی توزیع ضرب بالای جمع هم چک کردیم که دیدیم چی است برقرار است نه یک تا خاصیت دیگه هم هست میگم و بعد از چی میریم میریم عنوان دوم میخوانیم خب او چی است خاصیت بعدی او خاصیت بعدی به این شکل هست. که من یارپا کنم این خاصیت چهارم که ما و شما می قرار است بخوانیم بهش میگیم خاصیت بستگی معنایش چی است معنایش است که ما اگر یک عدد طبیعی را فیست به عنوان مثال دو جمع کنیم با یک عدد طبیعی دیگر دوی جمع سه چند میشه؟ پنج میشه یعنی دو عدد طبیعی ما اگر جمع کنیم صد فیصد جوابش باز دوباره یک تا عدد چی میشه؟ طبیعی میشه به چی میگیم خاصیت بستگی یا میگیم که اعداد طبیعی نظر به جمع چی هست؟ بسته است. یعنی ما هر دو عدد طبیعی رو با هم جمع کنیم جوابش چی میشه؟ جوابش یک تا عدد طبیعی میشه باز آیا سوال شاگردای عزیز آیا اعداد طبیعی نظر به ضربم هم بسته است معنای چی است یعنی اگر دو عدد طبیعی رو ما و شما ضرب کنیم جوابش 100 درصد یک تا عدد طبیعی میشه بیام چک کنیم پس 3 ضرب در 5 جواب چند میشه 3 5 15 آیا 15 در عدد طبیعی موجود است بله 100 درصد این سه نقطه مانده تالای تنایی است صحیح پس شما هر دو عدد طبیعی که در هم ضرب کنید جوابش چی میشه یک تا عدد طبیعی میشه پس چی است اعداد طبیعی اعداد طبیعی در عملی جمع و عملی ضرب چی است بسته است یا بستگی دارد خاصیت بستگی دارد سوال آیا اعداد طبیعی در عملی تفریق خاصیت ده بستگی دارد یا در عملی تقسیم خاصیت بستگی دارد شاگرد دا عزیز این رو با سکس سوال با جواب نه یعنی اگر دو عدد طبیعی رو ما و شما منفی کنیم جوابش با 100 درصد طبیعی میشه فکرت باشه نه طبیعی نمیشه پس چی اعداد طبیعی در عملیه منفی و عملیه چی تقسیم خاصیت بستگی ندارد درست است می این میفهمین دیگه پس فکر باشه پس یه نکته چی بود گفتیم اعداد طبیعی در عملیه جمع و عملیه ضرب خاصیت بستگی دارد اما در دا عملیه تقسیم و عملیه تفریق چی خاصیت بستگی ندارد درست است خب شاگرد عزیز پس ما چی شد دیگه ما معرفی اعداد طبیعی رو خواندیم تعریف کردیم خاصیت هاشون برات گفتم دیگه نه پس رو تیک میکنم این درس چی هست؟ خلاص شد اما درس دوم ما و شما چی است قابلیت های تقسیم در اعداد طبیعی معنیش چی است تقسیم خواندیم. ما و شما در, س... در مکتب خواندیم صنف های 1 و 2 و 3 و و تا قبل صنف خود ما دیگه نه پس خواندیم حالا ما میریم چی میکنیم یک کم بیشتر میخوانیم درست است یک تا چند تا نکته بیشتر براتون میگم در پس بریم سر تخته ما تقسیم بر انجام بتم و بگم به چه شکل است درست شد خب پس شاگرد عزیز بریم سر تخته که ما و شما تقسیم بخونیم می گفتیم که به عنوان مثال شاگرد عزیز دقت کنید میگیم که 12 تقسیم بر 5 صحیح زیاد تنس دیگه نه چند می گفتیم در 12 چند پنج موجود است دو دو 5 جواب چند بشه 10 میشه صحیح باقی چند بشه دو سفر اما دو هست دیگه سفر قبل عدد که معنا نداره نه پس چی میشه؟ دو میشه پس به دو میگفتیم چی؟ باقی مانده بعضی دو چی میگفتیم؟ خارج قسمت و این دوازه چی بود؟ بهش میگفتیم مقسومون مقسوم سیست و این به پنج چی میگیم؟ مقسومون علیه یا قاسم من برش میگیم نه؟ البته نه قاسم نمیگیم باز ما بر تشریح میکنم که قاسم میگیم؟ همیشه گفته نمیشه سیست پس من نام این رو نوشته میکنم نام از چی هست؟ ای چی هست؟ باقی مانده صحیح چی از خارج قسمت این نامش چی است؟, ای است مقسوم علیه و این دوازه نامش چی است مقسوم صحیح این رو خب ما شما یاد داشتیم دیگه نه خوانده بودیم قبلا پس ما یک تقسیم اگر انجام بدیم به یه عدد میگیم چی مقسوم به یه ای عدد اینجا نوشتن میکنیم مقسوم علیه یعنی جواب که دا اینجا دریافت میشه خارج قسمت و یه عدد آخر چی میشه باقیمانده. مانده سیس این شما خواندیم قبلا اما یک نکته اگر ما بیم در یک تقسیم شاگرد عزیز به عنوان مثال در تقسیم کنیم بالای 5 چند میشه دو پنج ده باقیمانده چند میشه باقیمانده میشه صفر پس شاگردای عزیز اگر در یک تقسیم باقیمانده چند شد باقیمانده صفر شد میگیم که این مقسوم بالای مقسومون علیه پورا تقسیم میشه یعنی باقیمانده چند است صفر است صحیح پس کلمه پورا که آمد تقسیم پورا میشه یا پورا نمیشه صحیح میگیم که چی است باقی چند است صفر است اما در اینجا آیا دوازده بالای پنج پورا تقسیم میشه میگیم نه خیر چرا چون باقیمانده ما صفر نیست یک عدد است غیر صفر یک عدد دیگر پس باقی مانده هر عدد غیر صفر شد به چی میگیم که با مقسوم بالای مقسوم علیه پورا تقسیم نمیشه سیست اما اگر باقی مانده ما و شما صفر شد میگیم مقسوم بالای مقسوم علیه پورا تقسیم میشه و یک نکته دیگه بسیار مهم در مقسوم علیه میگیم قاسم ده سیست پس پنج یک تا قاسم ده هست یعنی چی قاسم یعنی در بدون ده تقسیم میکنه که باقی مانده نداره سیست حالی پنج قسمت دو قسمت فرق نمیکنه چند قسمت شود یعنی باقی مانده ندارد صحیح پس فهمید چی شد دیگه اگر در یک تقسیم باقی مانده ما و شما صفر شود چی میگیم میگیم که او عدد ده و عدد که ما داریم مقسوم بالای مقسوم علی پورا تقسیم میشه صحیح پس این نکته بسیار آسان است نکته رو خوب فهمید ما و شما خب حال سوال آیا شاگرد عزیز آیا عدد دو سد و و شش تقسیم به دو اگر بکنیم باقی چند میشه؟ یعنی صفر میشه یا نمیشه اگر صفر شد میگیم 246 بالای دو پوره تقسیم میشه صحیح خب تقسیم کنیم چند میشه تقسیم کنید تقسیمش یاد داریم یعنی میگیم چند در دو چند یک دو دو باقی مانده چند میشه یک میشه صحیح باقی مانده صفر میشه بخشش صفر میشه صحیح است حالا رقم بعدی 44 میاره پایین صحیح در 4 تا چند تا دو تاست دو 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 4 باقی مانده صفر صحیح است 6 میاره پایین در شش چند تا دو وجود داره س 3 دو شش باقی چند میشه صفر میشه پس باقی مانده صفر شد پس 246 بالای دو پورا تقسیم میشه جواب چند میشه 123 باقی مانده صفر است خب ما و شما بلدیم تقسیم یاد داریم دیگه نه حالی سوال من اینجاست شاگردای عزیز من بدون که عملی تقسیم انجام بدم باید میتونم بفهمم که 246 بالای دو پورا تقسیم میشه یا نه پس من دنبال چنین راهی هستم صحیح آیا 246 بالای 3 پورا تقسیم میشه یعنی تقسیم به 3 کنیم بدون که من ای تقسیم انجام بیم من میخوایم بفهمم که امی 246 بالای 3 پورا تقسیم میشه یا نمیشه پس ما دنبال چنین راه های هستیم بالای 5 پورا تقسیم میشه یا نمیشه بالای 6 پورا تقسیم میشه یا نمیشه صحیح پس ما چند نکته برات میگم که این نکات اگر شما رعایت کنید میفهمه بدون اینکه تقسیم تو انجام بده میفهمه که این نمیاد بالای 2 پورا تقسیم میشه یا نمیشه درست است؟ پس نکات رو برات میگم خب نکته شاگرد عزیز اگر یکان یک عدد سیس اگر یکان یک عدد جفت باشد اونم عدد دیگه دیگاش کار نداره هر چی باشه فرق نمی کنه اونم عدد بالای دو پوره تقسیم میشه سیس پس اما یکان چه مکار داریم یکان چند باشه جفت باشه جفت کدام ما صفر دو چهار شش هشت اگه ده باشه خب باز دوباره یک یک ده دهن دیگه نه او فقط صفر ده یکان میمونه سیس پس سوال آیا پنجصدو چل بالای دو پره تقسیم میشه بله چرا چون یکان ازی چند است اشت است اشت چی است یک جفت است پس نکته بسیار مهم ای بالای دو پره تقسیم میشه بله بالای دو پره تقسیم میشه سحیست پس نکته بسیار مهم اگر یکان یک عدد جفت باشد آن مو عدد بالای دو پره تقسیم میشه سهیست خب اما برای عدد سه اگه چه رقم بفهمید پس این رو نوشته میکنم بالای عدد دو پره تقسیم شد بالای عدد سه چه رقم چک میکنیم اگر ما شما آمدیم اینمی ارقام امیر رقم های عدد هم با هم دیگه جمع کردیم سیست عنوان مثال پنج جمع چار جمع 5 پنج چار چند میشه پنج چار میشه نو سیست نو اشت چند میشه نو اشت میشه چند هفته درست است خب هفته بالای سه تقسیم میشه یا نمیشه 16، 17، پس هفته بالای سه تقسیم میشه؟ نه چون سه شش عجده میشه 17 نمیشه سهیست پس میگیم که پنجصد و بالای سه پورا تقسیم نمیشه پس فکرت باشه با ما آمدیم همین رقما رو با هم جمع کردیم یک عدد میشه اونمو حاصل جمع اینمی هفته ای که ما داریم اگر بالای سه تقسیم شد میگه من عدد خود عدد بالای سه تقسیم میشه پوره یعنی باقی مانده چند است صفر است پس یعنی عدد بالای سه تقسیم نمیشه پوره صحیح یعنی تقسیم میتونیم باقی مانده صفر نیست یعنی میگیم پوره تقسیم نمیشه خب عدد بعدی چی است عدد چی است عدد شاگرد از دقت کن عدد 5 یعنی عدد بالای 5 پورا تق... پوره تقسیم میشه یعنی میگیم که نقطه اگر اگر یکان یک عدد صفر یا پنج باشه فقط صفر یا پنج اونها اون عدد بالای پنج تقسیم میشه صحیح است پس اگر یکان یک عدد یکان ما چند است اینجا 8 است پس بالای پنج تقسیم نمیشه پس این این عدد بالای پنج پورا تقسیم میشه میگیم نه خیر بالای پنج هم چلی پام میپریش میمونم پورا تقسیم نمیشه صحیح است چرا چون یکانش 8 است اگر یکان یک عدد صفر یا پنج باشد اون او عدد بالای پنج پورا تقسیم میشه صحیح است خب عدد دیگه چی عدد نو عدد نو هم به این شکل است شاگرد عزیز دقت کن عدد نو به این شکل که دقیقا مثل چی هست؟ مثل عدد سه است یعنی اون دو مجموع ارقام باید جمع کنی اما ارقام باید کلش جمع کن. مجموع دریاف کنی مجموع دریافت کنی این عدد اگه بالای نو تقسیم شد خود عدد بالای نو تقسیم میشه یعنی پورا تقسیم میشه حالا 17 بالای نو تقسیم میشه میگیم نه و اگه 18 باشد تقسیم میشه پورا پس عدد 548 هم بالای نو تقسیم نمیشه صحیح پس 548 بالای نو هم تقسیم نمیشه شاگرد عزیز دقت کن یعنی چند عدد بسیار مهم است قابلیت های تقسیم عدد تعبیر به شکل ما و شما قرار است چک کنیم به دو چی گفتیم یک عدد کی بالای دو پورا تقسیم میشه زمانی که یکان از او عدد چی باشد جفت باشد جفت خود خب میفهمیم دیگه صفر است دو است چهار است شش است هشت است پس یکان از چند است هشت است پس بالای دو پورا تقسیم میشه تیک مارک بالای سه بالای سه چه رقم تقسیم میشه پورا تقسیم میشه گفتیم که باید بیایم چی کنیم امی ارقام امی عدد رقماش رو با هم دیگه جمع کنیم چند شده هفت شده اگر امی 17 بالای سه چی باشد تقسیم شود امی عدد بالای سه تقسیم میشه خب 17 بالای سه تقسیم نمیشه سایست. چون سهش 6 18 میشه هفته نمیشه دیگه درست است پس میگیم که 548 بالای سه پورا تقسیم نمیشه پس یه از چی یه از سه از پنج چه رقم گفتیم پنج هم گفتیم اگر یکان عدد صفر یا پنج باشد فقط همین دو عدد صفر یا پنج باشد اون هم عدد بالای پنج چی است پورا تقسیم میشه حال یکان ما شما چند است؟ هشت است پس عدد بالای پنج تقسیم نمیشه سهیست؟ و دیگه چی گفتیم؟ عدد نو عدد نام دقیقا مثل چی است؟ مثل عدد سه است مجموع رقم باید بالای نو تقسیم شود که خود عدد بالای نو پورا تقسیم شود صحیح است که می که 17 بالای نو تقسیم نمیشه یعنی پورا تقسیم نمیشه دیگه درست است پس 548 بالای نو تقسیم نمیشه این چهار عدد بسیار مهم است اما شاگرد عزیز دقت کن یک نکته بسیار مهم ما بالای 6 هم چک کده میتونیم دقت کن 6 به چه شکل نوشته میشه خود 6 خود 6 نوشته میشه 2 ضرب در 3 صحیح پس عددی که هم بالای دو پره تقسیم شوه هم بالای سه پوره تقسیم شوه بالای شش پوره تقسیم میشه آیا عدد 548 بالای شش پوره تقسیم میشه؟ بگیم نخیر چرا؟ چون بالای دو پره تقسیم میشه اما بالای سه پوره تقسیم نمیشه یک در هر دو یعنی تقسیم میشد بالای شش هم پوره تقسیم میشد سیست یک نکته دیگه بالای چهار چه رقم؟ این نکاتی است که در کتاب نیست فکرت باشه اما برات میگم در کتاب تا نیست بالای چار اگر بخوای, بخوای بفهمی بالای چار پورا تقسیم میشه یا نمیشه یعنی دو رقم آخر باید چک کنی 548 بالای چار پورا تقسیم میشه میگیم بله چون 48 بالای چهار پورا تقسیم میشه صفر چلاش تقسیم بر چهار کو باقی مانده صفر میشه پس 548 بالای 4 برای تقسیم میشه پس این نکته است که در کتاب ها نیست باشه اگر یک عدد ما بخوایم بفهمیم بالای چهار پورا تقسیم میشه یا نمیشه دو رقم آخرش باید چک کنیم صحیح پس این چند نکته پس قابلیت های تقسیم ها فهمیدیم تا اینجا فهمیدید دیگه نه خب یک تا مثال دیگه کار کنیم شاگردای عزیز 1950 <سد> دو مثلا ای بکنیم چند دو هزارو دو هزار و نخصد و, و دو خب این عدد بالای دو تق... تخ... پره تقسیم میشه نمیشه دو رو چک میکنیم بالای دو بگیم بله چرا چون یکان از چند است جفت است دو است دیگه نه خب بالای سه چی بالای سه پره تقسیم میشه نمیشه باید چک کنیم جمع کنیم دیگه نه؟ من اینجا جمع میکنم اینجا جمع میکنم دوی جامع نوی جامع پنج جامع دو سیست چند میشه شکر عزیز دو نو چند میشه یازده یازده و پنج چند میشه شانزده شانزده و دو اجده سعیف پس چند شد اجده شد اجده بالای تقسیم میشه بله سه شش پس این عدد بالای سه تقسیم میشه سعیف بالای 4 چرا رقم شکر عزیز بالای 4 گفتیم دو رقم آخر چه کد دو رقم آخر چند 52 و دو سعیف پنجاو دو ما تقسیم بر چهار بسازیم ده اینجا نوشتم میگم باز پاک میکنم 52 تقسیم بر 4 بسازید یک چهار 4 باقی مانده چند میشه باقی مانده 1 2 میشه سه 4 12 باقی مانده 0 پس تقسیم شد پس عدد 2952 بالای 4 تقسیم میشه صحیح پس بالای 4 هم چی است پورا تقسیم میشه پس اینم چی میکنیم تیک مار میمانیم بالای 5 چطور بالای 5 گفتیم باید یکان از چند باشد صفر یا پنج پس بالای پنج تقسیم نمیشه چلیپا میمانیم بالای شش چه رقم؟ بالای شش بالای شش گفتیم که باید هم به با دو تقسیم میشه و هم به سه پوره سیست؟ پس هم اردوی دیگه پس بالای شش هم چی میشه؟ پوره تقسیم میشه بالای نو چه رقم؟ بالای نو جمع کردیم جمع ارقام چند شده؟ 18 شده 18 و نو بخش بزیر است تقسیم میشه؟ بله دو نو 18 پس بالای نو هم تقسیم میشه سیف خب شاگرده عزیز پس دقت کن دقت کن عزیز بالای دو تقسیم شد بالای سه تقسیم میشه بالای چهار پورا تقسیم میشه بالای پنج پورا تقسیم نمیشه بالای شش و هم پورا تقسیم میشه صحیح است پس این سوالا در کارخانه زیاد داریم فکر باشه پس این نکات برات گفتم فکر باشه صحیح است خب شاگردای عزیز و گرامی پس چی است این هم از قابلیت تقسیم در اعداد طبیعی که ما و شما خواندیم درست است پس قابلیت تقسیم در اعداد طبیعی را تیک میکنم یعنی که ایره ما و شما خواندیم درست شد پس فقط یک تا موضوع مانده هم چی است تجزیه اعداد اولیه و مرکب صحیح خب شاگرد عزیز اگر دقت کنید ما بد اگر بتانیم یک عدد به شکل ضرب نشته کنیم میگه اون عدد چی کردیم تجزیه کردیم چیز به عوامل ضربی یا عوامل های ضربی به عنوان مثال ما عدد در میتونم نوشته کنیم چه به شکل ضرب نوشته کنم دو ضرب در چند پنج صحیح پس در نوشته میکنم دو ضرب در پنج پس ما در چه کردم تجزیه کردم فکرت باشه تجزیه چی است اگر ما یک عدد بتونیم به شکل ضرب دو عدد نوشته کنیم میگیم چی تجزیه ولی یک نکته بسیار مهم شاگرد عزیز معمولا دو عدد باید یک نباشد غیر یک دیگه نه صحیح ما در میگیم تجزیه البته اونم نشتا میکنیم در نمیشن که یک ضرب در ده میشه فرق نمیکنه هم تجزیه است ولی منظور از تجزیه ما با این شکل هست. که ما و شما قرار است در صنف های بعد میره بخونیم که خیلی کاربرد خیلی زیادی دارد صحیح است و فکر باشه وقتی شما تجزیه میکنیم باید چی باشد عدد شما یک نباشد غیر یک دیگه صحیح است فهمیدید چه رقم شده خب این تجزیه رو ما شما میفهمیم باز ما و شما اینو در جلسه بعد کار داریم فعلا اما یک سوال دیگه شاگردان عزیز ما اگر یک عدد داشته باشیم مثل نمی عدد با نمیر پاک کنم مثل عدد ده قاسم های عدد در نوشته کنن قاسم کدام بود؟ اما مقسوم علایه هایی که باقی مانده چند شود؟ صفر شود دیگه یعنی من اگه در بالای کدام عدد تقسیم کنیم باقی ماندهش صفر میشه سهیست؟ بگین قاسم های ازیر بگین من داخل یک ست میمانم اول اصلا همه یک شما در بالا یک تقسیم کو باقی مانده چند میشه؟ صفر میشه دقت کن دای تقسیم بر یک چند میشه؟ ده ضرب در یک میشه ده با قمانده از چند است صفر است صحیح پس یک قبول داریم دیگه چند دو آفرین چرا چون یکانش جز... چند است جفت است دیگه پس دو هم چی است قاسم از سه آیا قاسم از است نه خیر چون سه سه نو میشه ده بالای سه پورا تقسیم نمیشه دیگه نه چهار چی چهار هم نمیشه چون در تقسیم بر چهار که باقی صفر نمیشه پنج چی پنج میشه یکانوی چند است صفر است آفرین پس پنج هم قاسم عزیز دیگه چی؟ شش چی؟ نه هفت نه هشت نه نو نه و آخر چی؟ خود از ده بله هر عدد بالای خودش پورا تقسیم میشه دیگه سعیست؟ پس شد یک دو پنج ده فهمیدی؟ پس ما قاسم های عدد ده یا به این شکل میگن مقسومون علیه های عدد ده سعیست؟ پس فکر باشه مقسومون علیه هایی که باقی مانه شند شده؟ صفر شده پس ما عدد ده را قاسم نوشته کردم قاسم های عدد دوازه از بگن چند؟ اول از همه یک پس فکر باش شاگرد های عزیز هر عددی باشه یک داره نکته دوم خود عددم داره سیست چون هر عدد بالای خودش پورا تقسیم میشه دیگه پس یک و خود عدد همیشه است حال دیگه عدد رو چی کنیم سیست خب دوازار بگن یک دو میشه بله دو شش چند میشه دوازار میشه سه چی؟ بله سه چهار هم دوازه میشه پس سه چار چهار هم هست دیگه چند شش و دقت کن شاگرده عزیز ما بعد شش سری نوشته کردم چند دوازده وقتی که در نیم عدد رسید دیگه بعد از اون نداره خود عدد میشه فکر باشه در نیمه که عدد رسیده بعد از اون دیگه نداره خود عدد میشه پس فکرت باشه چی هست یک دو سه چار شش دوازده یه چی هست ست قاسم های عدد دوازده خب عدد پنج بگین قاسم های عدد پنج قاسم های عدد پنج چی میشه؟ خب یک گفتم ست فیصد هست یک سیف دیگه چند؟ دیگه پنج به دو تقسیم نمیشه سیف پورا تقسیم نمیشه دیگه نه به هم نمیشه به چار نه به خود پنج پس یک و خود پنج سیف خب شکرده عزیز پس فقط دوتا تا شدم، یک و پنج یک و خودش بین دیگه با قیر از یک و پنج دیگه قاسم نداره یک تا دیگه بگن, بگن. عزیز هفت میشه یک و خود هفت سیست پس بعضی اعداد هست دقیقا مثل پنج و هفت که فقط چی از دو تا قاسم دارد و او چی است یک تا یک یک تا خود چی که یک و خود او عدد همیشه هست که گفت دیگه هر عدد یک و خود عدد باید باشد سیست اما عدد ده یک و خود ده است اما دو دو تا عدد دیگم دارد عدد دوازده یک و دوازده است یک دو سه چهار تا قاسم دارد سایز فام چی هست دیگه نه پس ما میم به شک تعریف میکنیم شاگردای عزیز میگیم اگر یک عدد فقط دو تا قاسم داشته باشد به با اون میگیم عدد اولیه پس فکر باشه این 5 یک چهار چی عدد اولیه است پس پنج یک تا عدد اولیه هست. چرا چون فقط دو تا قاسم دارد یا میتونیم به شک بگیم که فقط به یک و خودش پورا تقسیم میشه در دیگه عدد پورا تقسیم نمیشه پس فرق نمیکنه بگیم که دو تا قاسم دارد یا فقط به یک و خودش پورا تقسیم میشه پس عدد اولی بهش تعریف میکنیم عددی که فقط به یک و خودش پورا تقسیم شود یا فقط دو تا چی داشته باشد قاسم داشته باشد عدد هفت اولی است بله نیم اولی است چرا چون فقط به یک و خودش قابل تقسیم است پورا تقسیم میشه یا دو تا قاسم دارد عدد دوازه چند تا قاسم دارد یک دو پنج شش تا دارد پس این اولیه نیست صحیح به چی میگیم عدد مرکب برش میگیم پس فا میده چی رو شد دیگه نه عدد ده مرکب است یا اولیه است عدد ده مرکب است پس فکر باشه اگر دو تا قاسم داشته باشه میشه اولیه اگر بیشتر از دو تا سه باشه چهار باشه پنج باشه ده باشه فرق میکنه. صحیح چی برش میگیم عدد مرکب پس عدد اولیه تعریف عددی است که دو تا قاسم داشته باشد یا گفتیم میتونیم بهش چی بگیم بگیم که فقط به یک و خودش تقسیم میشه پورا تقسیم میشه اما عدد مرکب عددی که بیشتر از دو تا قاسم داشته باشد یک سوال شاگردای عزیز عدد یک رو بگین قاسم عدد یک چی میشه فقط خود یک میشه یک تاست دیگه نه آیا او بیشتر از دو تا دارد نه خیلی. دو تا دارد نه خیلی. پس عدد یک یک نکته بسیار مهم ها نه اولی است نه مرکب پس عدد یک نه اولی است نه مرکب دیگاهش رو میفهمیم دیگه اگر دو تا قاسم داشت میشه اولی اگر بیشتر از دو تا داشت برش چی میگیم میگیم مرکب پس عدد یک نه اولیه و نه مرکب پس نوشته کنم عدد یک هست. نه اولیه و نه مرکب است صحیح شد فارسی هم شاگرد از فام میده دیگه عدد اولی و عدد مرکب فام شما اگه عدد میتونه میگه اولی مرکب بعد قاسم ایزو نوشته کنید ببینید اگه فقط به یک و خودش تقسیم پذیر بود پورا تقسیم شد به اون میگه عدد اولی اما اگه دا دا دیگه عدد پورا تقسیم شد و اولی نیست مرکب است عدد یک هم که چی است عدد نه اولی است مرکب پس اعداد اولی را میتونیم بگین یک خود نیست گفت اولی هنیست. دو ما میگم دو سه پنج هفت بعد چند است نو و که سه سه نو میشه سهیست یازده سیزده، سه پانزه باز نمیشه فکر باشه سه پنج پانزه سه است. پس عبده نوزده بیست و یک میشه نمیشه سه هفت بیست و یک پس س... بیست و یک اولیه نست فکر باشه سه است. پس به این شکل میره باید, چک کنیم که کدام عداد اولی است و کدام عداد مرکب میباش درست است خب شاگرده عزیز پس چی است؟ این هم از تجزیه و اعداد اولیه و مرکبه ما و شما خواندیم درست است؟ پس اینم تیک مارک میکنم تجزیه اعداد اول و مرکبم خواندیم درست شد خب شاگرده از گرامی کارخانگی کارخانگی بحث مهم و شیرین کارخانگی تمرین های صفحات چند 28 30 و 32 کتاب باید چه کنین حل کنین به ما روان کنین چه رقم روان میکنین خودتون میفهمین دیگه نه بگین از طریق واتس نمبر چند است 20964780255413 درست است گفتیم اگر کدام گپی سوالی چیز هم دارین میتونید با ما چی در میان بگذارید درست شد خب شاگردای عزیز و گرامی پایان جلسه اول مانده نباشین موفق باشین بخیر باشین خدا حافظتان